به نام خداوند بخشنده مهربان درود بر همگی تان روزتان بخیر امیدوار هستم که روز خوبی را سپری کرده باشین و بتونین باقی روز هم پر دستاورد و با موفقیت سپری بکنید ما هم امروز نیم ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم و دوست داریم که شما بیننده ما باشین ما رو فراموش نکنید و کسایی که بر ما پیام فرستادن سپاسگزار از همگی شما و کسایی که میخواین پیام بفرستن و یا با ما در ارتباط باشن پلهای ارتباطی برنامه رسم زندگی را به یاد داشته باشین 488 بعد از کلید 47 و در کنارش رخنمایی برنامه رسم زندگی که همیشه در اختیارتان هست پیام ما دریافت میکنیم و پرسش که مطرح میشه حتما به خانش گرفته میشه و پاسخگو و پرسش های شما عزیزان حتما می باشیم و در کنارش اگر میخوایم مستقیما تماس داشته باشین و با ما شریک باشین در صحبت ها سفر 220 در سه هم در اختیار شما عزیزان هست میتونین تماس بگیرین و پرسش ها و یا اگر مفکوره های جدیدی دارین و یا اگر نظریه داریم میتونیم که با ما شریک امروز هم مهمان گرامی در کنار ما هستند در ارتباط با موضوع خیلی مهمی صحبت میکنیم همگی ما در زندگی دوست داریم که تصمیم قاطع داشته باشیم تصمیم گیری و ارزشش در زندگی ما چقدر هست و ای که ما بخوایم یک تصمیم گیرنده خیلی خوبی باشیم در زندگی ما در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنیم شما هم بیننده باشین و برنامه رو تعقیب بکنیم فضل احمد یاسینی رئیس انجمن اجتماعی روشنفکران جوان کابل امروز در کنار ما هستند وقتتان بخیر خیلی خوش آمده. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود بی هنر گر دعوای بی کند شود آدمی هرگز نمی بیند ز سنگینی گزند از سبوگ مقضی بشر چون سنگ پیش پا شود بسم الله الرحمن الرحیم و نام آن که زینت زبانها و یادگار جانها از نام اوست عرض سلام و حرمت و احترام دارم خدمت شما خدمت همکاران نهایت عزیز و پرتلاش شما مهمت. و خدمت همه عزیزانی که همین اکنون به تماشای برنامه زیبای رسم زندگی تلویزیون خورشید نشسته است. سلامت باشین بزرگواری کردین در برنامه تشریف آوردین استاد گرامی در نخواست میخند در ارتباط با تصمیم گیری و ای که ما یک تصمیم گیرنده خوب باشیم اشاره داشته باشیم به گونه یه مقدمه و بعد از اون می‌پردازیم به سوال‌های بعدی. تشکر از آن جایی که ارزش تصمیم یک انتخاب هست مهم. و راهی هست به سوی نیرومندی استعدادها که باعث موجب شادی و احساس و موفقیت و بلند بردن اعتماد و نفس نه تنها برای خود شخص تصمیم گیرنده میشه بلکه برای اطرافیان هم اثرات مثبت خود داره یا به زبان ساده تر بگوییم که ارزش تصمیم گیری یک فرایندی هست برای یافتن یک راه حل برای حل مشکل معینی که ما داریم بنابراین تمام مشکلاتی که در جامعه به وجود می آید ما تصمیم گیری یا ارزش تصمیم گیری یا به تصمیم گرفتن ما توجه ندارین به دو موضوع مشکلات رو به پیش میارین باید. یکی این هست که ما بدون از اینکه فکر بکنین تصمیم بگیرین یک کار رو انجام بدین امه. و حالت دیگه ای هست که ما فکر میکنین بدون از اینکه کار رو انجام بدین که در نهایت از هر دو حالت ما وقت رو کردیم. و تصمیمی در زندگی نگرفتین بناهن اعتماد به نقص خود را از دست دادین بله. و این موضوعات باعث میشه که ما یک تصمیم گیرنده قاطعی نباشین گرچه ما روزمره تصمیم زیادی در زندگی بله. میگیرین وقت در حدر میدین منطقه به نتیجه مطلوب نمیرسین خوب است که ما انبا و اقسام تصمیم رو بدانیم در ما... با همی هم صحبت کنیم و مواردی که میتونه بیشتر زمینه ایجاد بکنه برای تصمیم گیری خوب دقیقا ما باید بشناسیم که انواع عمده و عناصر مهم. مهم و کلیدی در تصمیم گیری چی هست وقتی که ما بفهمیم که دو نوع تصمیم گیری در زندگی میتونیم داشته باشیم بله. ما میتونیم یک تصمیم گیرنده قاطع باشیم در زندگی که از این دو نوع تصمیم گیری یک نوع ازی تصمیم گیری مکاشفه یا کشفی هست بله. و نوع دیگر ازی تصمیم گیری تحلیلی هست در تصمیم گیری در یک دنیای ذهنی باطنی و فردی شخص بستگی داره که شخص تصمیم میگیره بنابراین این نوع تصمیم گیری از خود ویژگی های داره در این نوع تصمیم گیری مکاشفه یا کشفی که ما میخواین تصمیم بگیرین به صورت مکاشفه ای این بستگی و متکی به تجربیات خود شخص هست بنابراین وقتی که ما هر روز تصمیم میگیریم در زندگی مهم. که ما یک کار را انجام بدین این تصمیم گیری ما تصمیم گیری مکاشفه یا کشفی هست پس این متکی به تجربیات خود شخص داره بله. وقت کمتر نیاز داره هزینه کمتری داره منتها نتیجه مطلوب بر نداره چی رقم وقتی که شما امروز تصمیم میگیریم که یکی از دوستای قدیمی خود در شما امروز ملاقات بکنید بله. وقتی امروز شما تصمیم میگیرین که شما امروز برین به ساعت معین به یک برنامه شرکت بکنید این خود از این در حقیقت یک تصمیم هست وقتی که ما میگین که در ارزش تصمیم گیری انتخاب هست و در هنر تصمیم گیری استعداد سرنوشت ساز نیست و انتخاب سرنوشت ساز هست بنا ما این اینجی چی چیکار میکنین انتخاب میکنین وقتی که شما وقت در انتخاب میکنین منظم میکنین تنظیم میکنیم در این نوع تصمیم گیری مکاشفه ای که شما دوست قدیمی خود ملاقات بکنین یا به آن تایم سر وقت یک برنامه شرکت بکنین یک اتفاق عجیب و غریبی به وقوع پیونده که شما به اون نتیجه مطلوب نمیرسین و به تصمیم گیری خود نمیرسین بنابراین در اینجاست که در تصمیم گیری مکاشفه یا کشفی ما نتیجه مطلوب بر به دست آورده نمیتونیم نمی و زیاد هم نمیتونیم سر از هیچ کار بکنین حساب بکنین در نوع دوم تصمیم گیری تصمیم گیری تحلیلی است خیلی ها سرنویساس هست که توام با آگاهی و هوشیاری کامل می باشه. و ویژگی هایی که این نوع تصمیم گیری داره این هست که شخص یا فرد متکی به تجربیات دیگران هست یعنی در تصمیم گیری مشوره میکنه و از دیگه ها مشوره میگیره گیره بله. و در این نوع تصمیم گیری هزینه هم زیاد بالاست وقت هم زیاد میگیره منتها در نهایت نتیجه کامل و مطلوب شما به دست میاره که یک مثال خوب از این نوع تصمیم گیری تصمیم گرفتن در ازدواج هست تصمیمگیری در ازدواج این نوع تصمیم گیری تصمیم گیری تحلیلی وقتی یک شخص میخواد ازدواج بکنه متکی به تجربیات خود شخص نیست شخص مشوره میکنه متکی به تجربیات دیگران هست و از دیگران مشوره تمام میگیره تمام جوانه بر میسنجه دقیقا تمام جوانه بر میسنجه ارزشیابی میکنه ارزیابی میکنه هزینه مم. میکنه وقت در میگذارانه بناهن به یک نتیجه مطلوب میرسه و او تصمیمی که او گرفته تصمیم برای از اونهایی میشه با او دس... تصمیم دست پیدا میکنه بله استاد گرامی پرسش های مطرح شده ما میخوایم در نخواست همین پرسش ها مطرح شود تا که بیننده های عزیز ما شکایت از نکنند که سوالاتی که ما میپرسیم از مهمانانتان نمیشنوید دوباره جوابش. هم. جناب یاسین مهندس یاسینی پیام فرستادن سلام داشتن خدمت شما و تمام همکاران ما و همچنان سوالی ای که اینا مطرح ساختن برمیگرده به که چگونه یک تصمیم گیرنده خوب باشیم میشه که شما اشاره به این موضوع داشته باشید دقیقاً وقتی که ما بیان هم کردون وقتی که ما میخواین که یک تصمیم گیرنده خوب باشین به صورت قاطع تصمیم بگیرین باید ما بیاین ارزشیابی یابی بکنین ارزش ها را بدانین باید ما شناختی از تعهد خود داشته باشین وقتی که ما تعهد خود را میشناسین در انتخاب خود پایبند هستین ما یک تصمیم گیرنده خوب هستیم و ما وقت میتونیم تصمیم گیرنده خوب در زندگی باشیم در نهایت که دو موضوع تصمیم گیری مکاشفه ای و تحلیلی رو مد نظر داشته باشین و تعهد داشته باشین ارزش ها را پیش بینی بکنین عواقب و پیامد های تصمیم رو بررسی بکنین و اطلاعات سالم را از به دست بیارین بنا ما میتونین یک تصمیم گیرنده قاطی در زندگی باشین بله پرسش دیگه که مطرح شده جناب مهداد فقری پیام فرستادن و گفتن که مهمترین عنصر در تصمیم گیری چی هست دقیقاً به سوال خوب اشاره کردن مهمترین عنصر دست در تصمیم گیری فردی یا شخصی هست که ما خود در حبس بکنین در قید تصمیمی که ما گرفتیم محبوس بسازین خود وقتی که ما یک تصمیم میگیرین قاطع باشین مصمم باشین یعنی او وقتی که ما میایم تمام معلومات درست و صحیح و سالم از این موضوع به دست میارین تصمیم میگیریم باید خود را مقید بسازیم بنام تصمیم بله. بناهن مهمترین عنصر در تصمیم گیری حبس کردن خود در قید تصمیمی است که شما در زندگی گیریم یعنی تصمیم ما باید خیلی بالای هم تصمیم خود قاطع باشیم و بتونیم کم ادامه دقیقا بتونیم. خود مقید بسازید بله. چون خودتان میفهمین که در زندگی وقتی که ما یک تصمیم میگیرین بلای از یک موضوع دیگه یک انتخاب دیگه چون گفتین ارزش تصمیم گیری در انتخاب است بنا آن وقتی ما تصمیم میگیریم چندین گزینه داریم گزینه های مختلف هست ما یک گزینه رو انتخاب میکنیم متعاقبا وقتی که ما تصمیم گرفتین یک موضوع دیگه پیش میاد میخواین بله. یک تصمیم دیگه بگیرین بناهن وقتی که ما میخواین تصمیم گیرنده خوب باشین بله. و عنصر مهم در تصمیم گیری مد نظر داشته باشین این است که خود در مقید بسازین حبس بسازین در او تصمیمی که ما در زندگی دقیق گرفتیم دقیقاً صحبت ها را ادامه میدیم استاد گرامی شما هم بیننده باشین 022293 هم در اختیار شما عزیزان هست میان برنامه خیلی خوش ادامه برنامه رسمی زندگی هست و در ادامه هم پرسش هایی که توسط شما عزیزان در صفحه اجتماعی برنامه رسم زندگی مطرح شده برگشتیم به موضوعی که استاد گرامی برش اشاره داشتن و در ارتباط با قاطعیت در تصمیم گیری اینا صحبت های داشتن جناب وحید احمد امینی هم بر ما پیام فرستادن و گفتن که چگونه در تصمیم گیری خود قاطع باشیم دقیقا سوال خوب مطرح کردن در تصمیم گیری وقتی ما میتونیم قاطع باشیم که اعتماد به نفس قاطعی داشته باشیم انگیزه داشته باشید و ارزیابی و ارزشیابی از موضوعاتی که ما میخواین در رابطه با او تصمیم بگیرین آگاهی کامل داشته باشین عواقب و پیامدهای او تصمیمی که ما میخواین بگیرین او ما در دست داشته باشیم بله. وقتی یک تصمیم رو ما میگیرین او هم مزایا داره و هم نواقص داره وقتی که ما اطلاعات درست به دست میارین جمعوری میکنین ما دست داشته خود ارزیابی میکنین نسبت به نو دست که ما داریم اطلاعاتی که به دست آوردیم نسبت به او تصمیم میگیریم در او وقت هست که ما یک تصمیم گیرنده قاطع هستیم به صورت قاطع میتونیم تصمیم بگیریم که در کل اعتماد به نفس قوی بل. و انگیزه و پشتکار برای به دست آوردن اطلاعات درست در رابطه با موضوعی که شما تصمیم میگیریم دقیقا در صورتی که یکی از این موارد نباشه ما میتونیم به خیلی خیلی بزرگ وقتی ما میگین که هر روز ما تصمیم زیاد میگیریم که با نرین خود در مقید بسازین حبس بسازین در او تصمیمی که ما خود میگیرین بنابراین وقتی که اعتماد به نفس نباشه برای. تحرک زینی یا فکری نباشه شخص نمیتونه یک تصمیم نهایی یک تصمیم مطلوب در زندگی داشته باشه برای. یا بگیره در ارتباط با همین موضوع هم دو دیگر ما پیام فرستادن جناب سید منصور هم پیام فرستاده و گفته که چطور میتونم با تنش ها و افسردگی هایی که در زندگی به وجود میاد کنار آمد گرچه که این موضوع میتونه متفاوت باشه اما اگر کمی رفت بتون به تصمیم گیری هم میتونه ببینین مورد مشخص به صورت غیر مستقیم رفت میگیره به موضوع وقتی که مهم. ما بخوایم تنش ها و افسردگی های خود در کنار بزنیم ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم ما باید در زندگی انتخاب داشته باشیم وقتی که ما بلا تکلیف باشیم انتخاب نداشته باشین، هدف نداشته باشین، و اعتماد به نفس قوی نداشته باشین، بنابراین ما چگونه میتونیم افسردگی و تنشی که در زندگی به وجود آمده ای را کنار بزنیم بنا آن وقت ما میتونیم افسردگی و تنش کنار بزنیم که اعتماد به نفس داشته باشین یک تصمیم گیرنده قاطع باشین در زندگی خود تصمیم بگیرید که او تصمیم متگی و تجربیات خود شخص باشه خود فرد باشه و نگذاریم که دیگران در رابطه با ما تصمیم بگیرن وقتی که شما اجازه ندین که دیگران در رابطه با شما تصمیم بگیرن بنا شما دچار افسردگی هم نمیشین دچار تنش هم نمیشین و دچار بلا تکلیفی هم نمیشین این خود شخص میتونه تصمیم گیرنده اصلی زندگی خودش باشه و با تمام دقیق. امور که انجام میده. دقیقا که این موضوع مربوط میشه به او بخش مکاشفه یا کشفی که خود شخص متکی به تجربیات خود هست و از تجربیات خود استفاده میکنه دقیقا ببینین وقتی که شما امروز از این تجربیات استفاده کردین و متکی به تجربیات هستین گفتم در خود تصمیم گیری مکاشفه ای نتیجه مطلوب شما به دست نمیارین بناهن وقت دیگر عین تصمیمی که شما میگیرین از این تجربیات استفاده میکنین و وقت شما میتونین که تمام مشکلات را در زندگی رفع بسازین و به یک تصمیم نهایی در زندگی دست پیدا بکنین بله استاد گرامی پرسش دیگه که مطرح شده جناب وحید بر ما فرستادن و آیا باید ما در تصامیم خود انطاف داشته باشیم یا اینکه مطابق به تصمیمی که قبلا اتخاذ نموده ایم با وجود برخورد با هر گونه موانع و پیش برویم بدون در نظر داشته مانع ایجاد شده دقیقا در تصمیم گیری باید ما این اطاف بزیر باشه وقتی که ما تصمیم نهایی کنیم دیگه این اطاف بزیری وجود در تصمیم گیری نداره بنابراین باید به با پیش برین چون چرا ما به صورت قاطعی میخواین تصمیم بگیریم بله. و انتخاب دقیقی داشتین وقتی که ما میگیم که در هنر تصمیم گیری استعداد سرنوشت ساز نیست انتخاب سرنوشت ساز هست بناهن وقتی که ما یک راه هر ادامه میدین یک چیز موضوع را انتخاب میکنین باید ما به پیش برین امه. این اعتاف وجود داره در صورتی که شما تمام معلومات موثق و معتبر به دست آوردین و تمام مزایا و نواقص موضوع یعنی کشف کردین حاصل کردین او وقت هست که شما میتونین به او تصمیمی که گرفتین ادامه بدین در مرحله ابتدایی میتونین باشین وقتی که نهایی میشه انطاف اتاف وجود نداره بره. وقتی ما یک تصمیم گرفتیم از او تصمیم دیگه هیچ چیزی مانی از او تصمیم نباید بشه اگر بره. یک چیزی مانی از او تصمیم بشه بنا تصمیم شما تصمیم قاطی نبوده شما نمیتونیم هیچ گاهی در زندگی تصمیم بگیریم اگه امروز از این امروز ما تصمیم میگیریم از امی امروز به هر پروگرام به هر برنامه و به هر محفل سر وقت بدون هیچ تاخیر حاضر باشم و این کار رو من انجام بدم همیشه و همواره باعث موفقیت و شادی و بلند بردن سطح اعتماد به نفس ما میشه بله. وقتی که اگر ما ببینیم بعضی از مشکلات سر راه ما پیش میاد یا اینکه من خسته یا اینکه دچار بلا تکلیفی شدم دچار یک تنش شدم بناهن سر وقت حاضر شدم نمیتونم من تصمیم نهایی خود را نگرفتم نتونستم یک تصمیم گیرنده قاطع باشم بنابراین وقتی اگر ما میخواین به یک تصمیم برسین در اولویت در اولویت بندی تصمیم خود باید زیاد مصمم باشید بله. یک تصمیم گیرنده قاطع باید اولویت بندی بکنه وقتی که تصمیم نهایی کردیم این اتاف پذیری وجود نداره و باید ما به با اونو تصمیمی که گرفتیم تصمیم نهایی بسازیم شاید دیگه این مطرح شده جناب خالد ایثار بر ما پیام فرستادن و گفتن خواستم بدونیم که هنر تصمیم گیری انتصابی است یا اکتسابی و ثانیا در مورد اصول تصمیم گیری هم گفته کمی روشنی بندازن یعنی میتونه همین تصمیم گیری فطری باشه یا اکتسابی تشکر سوال خوب مطرح ساختن ببینین خود تصمیم گیری یک موضوع اکتسابی است و در کنار از او انتخابی است وقتی که ما تصمیم میگیریم چون تصمیم گیری ما میآموزیم بله وقتی شما تصمیم میگیرین از تجربیات خود میآموزین بناان تصمیم گیری یک موضوع اکتسابی است انتخابی است که بستگی به انتخاب شما داره و شما میخواین اصول و مراحل تصمیم گیری بدانین بفهمین تحقیق کنین جستجو کنین که این موضوع موضوع اکتسابی است به شما آموختین چی رقم موضوعات به اطلاعات موثق در رابطه به موضوعی که شما میخواین تصمیم بگیرین به دست بیارین بناهن اصولی که در خود تصمیم گیری مطرح است قبلا هم بیان کردم سه موضوع مهم عمده و اساسی و سه اصول اساسی در تصمیم گیری وجود داره یکی که اعتماد به نفس قوی داشته باشین بله. آم و یکی که تحرکات فکری داشته باشید. وقتی که ما تحرک فکری داشته باشین تحرک فکری ما بستگی به تحرک فیزیکی نداره وقتی که ما تصمیم میگیریم که امروز شروع میکنیم یک زبان با خواندن یک زبان شروع میکنین مریم سررسیم حاضر میشین روز دیگه روز دیگه یک روز دیگه یک روز دیگه بناوان ما نمی کار راه ادامه میدین تصمیم رو نهایی کردین بله. اگر اعتماد به نفس قوی داشته باشین به راه خود ادامه میدین اگر تحرک فکری داشته باشین همگام با تحرک فیزیکی شما یک کار را انجام دادین اه. اگر تحرک فکری نداشته باشین شما یک کار فیزیکی را انجام داده به هیچ وجه نمیتونید پس بناوان اصول اساسی در تصمیم گیری اعتماد به نفس قوی هست انگیزه هست و تحرک فکری میتونه در کنارش مؤثر باشه جناب فریدون هم بر ما پیام فرستادن و گفته تصمیم گیری علم هست یا هنر لطف کردن در تصمیم وقتی ما میگیم تصمیم گیری یا ارزش تصمیم گیری اگه انتخاب انتخاب اگ یک هنره و هنر چیست هنر استعدادهای منف... منحصر به فرد یک شخص هست بله. توانایی های منحصر به فرد یک شخص هست مهم. و علم یک چیزی است که ثابت شده است بنابراین ما میتونین گفته که تصمیم گیری خود از او هنر است و هنر عبارت از توانایی های منحصر به فرد یک شخص می باشه که میخواه برای نیرومنسازی استعدادهای خود از او استفاده بکنه از این هنره که داره میخواه به صورت به صورت منظم منسجم از این داشته های خود استفاده بکنه تا اینکه به یک نتیجه مطلوب برسه که بناهن این هنر است و هنر یعنی در تصمیم گیری یا هنر تصمیم گیری گفتیم انتخاب زیاد مهم است و این انتخاب هنر است که ما این هنر چگونه و دست آوردیم این توانایی چگونه و دست آوردیم مثلا انتخابی برمیگرده با هنر که وقتی ما میگیم که تصمیم گیری یک هنر است و هنر هم یک انتخاب بلده. انتخاب است که شما انتخاب دقیق داشته باشید ممنونیتون استاد گرامی پرسش دیگه ای که جناب صفی الله بر ما فرستادن و مطرح ساختن گفتن چه مواردی لازم است که در تصمیم گیری خود قاطع باشیم کدام موارد باید مد نظر بگیریم دقیقاً مواردی که باید ما مد نظر بگیرین پیامدها و عواقب تصمیم خود ماده نظر داشته باشید. اطلاعات درست قبلا هم گفتم باید ما به با دست بیارید بنا آن وقت ما میتونید تصمیم گیرنده قاطع باشین چندین بار هم تکرار کردم که ما در زندگی تمام پیامدها و عواقب که منجر میشه که منجر به مانع خود تصمیم میشه او ما ارزیابی بکنیم. ارزشیابی بکنیم تجدید نظر بکنیم تجدید نظر در تصامیم به مسابقه ای هست وقتی که شما تشنه میشین وقتی که شما گرسنه میشین نیاز دارین غذا بخورین بله. وقتی تشنه میشین نیاز دارین یک چیز بنوشین بناوان وقتی که شما میخواین تصمیم بگیریم باید شما تجدید نظر هم داشته باشین وقتی شما تصمیم گرفتین که به سر سن سر وقت حاضر بشین شاید شما به, س... به نمی وقتی که تعیین کردین مد نظر گرفتیم یک ما بعد ازی شما نتونین به او وقت حاضر بشین بناوان تجدید نظر زیاد مفید واقع میشه تا اینکه ما بتونیم بیشتر به صورت قاطعانه بله، تصمیم بگیریم آخری که مطرح شد جناب سید قاسم صاحب زاده بر ما پیام فرستادن و سه سوالی را در کل مطرح ساختن گفتن تصمیم گیری چی هست و خوبی های تصمیم گیری در چی هست و عدم تصمیم گیری در ازدواج و تصمیم خانواده دقیقا وقتی میگیم که تصمیم گیری یک انتخاب است و انتخاب یک هنر هنر توانایی است که از او استفاده میکنید و سوالاتی هم که مطرح ساختن سه سوال در قالب از این بحث بیان کردین و میخوایم که به سوال آخری بپردازم در مسائل ازدواج گفتین که مربوط میشه به تصمیم گیری تحلیلی. تحلیلی وقتی که ما میخواین یک شخص میخواد که ازدواج بکنه بناهن متکی به تجربیات دیگران باشه از تجربیات دیگران استفاده بکنه و نگذاره که دیگران در رابطه با او تصمیم بگیرن بلکه از تجربیات از اونها استفاده بکنه وقت زیاده بگذاره و هزینه بکنه هزینه به این معنا نیست که او تویانه زیاد چی کنه بده و پیسه زیاد مصرف بکنه به این معنا نیست به این هست که هزینه اینا متصمیم گیری خود در بالا ببره به حد خیلی بالای بله. وقتی که او از تجربیات دیگران استفاده میکنه باید تحمل و صبر و حوصله و همون انگیزه داشته باشه که ای بستگی به خود وقت هم داره وقت زیادی هم میگیره وقتی شما یک شخص میخواه یک فرد میخواه که ازدواج بکنه بله. زیاد وقت گیر هست اگر آنان او ازدواج میکنه و از تجربیات دیگران استفاده نمیکنه هزینه نمیکنه و از وقت زیاد استفاده نمیکنه بنابراین بو باشیه میره بلا تکلیف میشه دوچار تنش میشه حتی دوچار افسردگی میشه که نمیتونه خودشو دریافت یک تصمیم قاطی بگیرم که متاسفانه در جامعه کنونی ما امروز در رابطه با ازدواج ها چون بس بس ازدواج ازدواج کردن نیست تصمیم گیری در رابطه به ازدواج هست بیشتر از فامیل ها در رابطه به جوان ها تصمیم می گیرن که اینا ازدواج بکنن بله. که حد اکثر از این ازدواج هایی که صورت می گیره دوچار تنش میشه دوچار برات می میشه در می صحبت هایتون استاد گرامی اشاره به چند نکته خیلی کوتاه و مثبتی که میتونه موثر باشه در تصمیم گیری اشاره بکنه دقیقا به صورت جمع یا به صورت کل گفته میتونین که در تصمیم گیری سه اصول اساسی رو نظر بگیرین و دو نوع تصمیم گیری سه بله. اصول اساسی عبارت از داشتن انگیزه تحرک فکری و اعتماد به نفس هست و دو نوع تصمیم گیری در تصمیم گیری و در, در تصمیم گیری تحلیلی ما بتانین به صورت دقیق منظم و منسجم از همدیگر تفکیک بکنیم که ما در چین و تصمیم گیری فعلا قرار داریم و یک موضوعی که میخوایم در آخر اشاره بکنم این است که ما بیشتر از اوقات در وقت بحران تصمیم میگیریم یعنی ما در جامعه کنونی ما بیشتر از افراد و اشخاص در وضعیت یا در اوضاع بحران تصمیم میگیرند که تصمیم گرفتن در اوضاع بحرانی نه فرد میتونه اعتماد به نفس قوی داشته باشه انگیزه قوی داشته باشه و تحرک فکری داشته باشه چی کار کرده میتونه میتونه از صبر حوصله <متحد> و تمام او تحرکات فکری و فیزیکی داره از او استفاده بکنه و او بینش بینش که فکر فکری که داره خرد فکری که داره او را به خرج بده و از او استفاده بکنه نوآوری های جدید هم میتونه کمی موثر باشه در ایران. ممنونتون استاد گرامی از اینکه تشریف آوردید تشکر از شما مصد. ممنون از همراهی همه شما عزیزان کسایی که بر ما پیام فرستادن و کسایی که همیشه با ما همراه هستن دوست داریم که همیشه بر ما پیام بفرستن و دیدگاهتون رو با ما شریک بسازن تا دیدار بعد الان نگهدار همگیتون Thank